جشنواره فیلم اوراسیای قزاقستان دهمین شماره خود را برگزار می‌کند. امسال این جشنواره یاد شاکن آیمانوف را گرامی داشته و 100مین سال تولد وی را جشن گرفته است. آیمانوف در دوره فعالیت خود نزدیک به 100 نقش به یادماندنی چه روی صحنه تئاتر و چه بر پرده سینما ایفا کرد. او همچنین 11 فیلم در زمان شوروی سابق ساخت که این فیلم‌ها برای آنچه امروز صنعت سینمای قزاقستان نامیده می‌شود، حکم سنگ بنا را دارد. در جریان این فستیوال که در شهر آلماتی برگزار می شود، مجموعه شامل چند دیویدی و یک کتاب در مورد آیمانوف انتشار یافت. این اتفاق به همکاران سابق وی فرصت گرامی داشت یاد این فیلمساز فقید را داده است. آسان علی آشیموف، بازیگر 78 ساله و از ستارگان سینمای قزاقستان، چندین بار با شاکن آیمانوف همکاری کرده است. او پیش از هر چیز یک کارگردان و بازیگر تئاتر بود. زبان سینما و بازیگری را می شناخت. سر صحنه همه چیز باید طبیعی و اصیل جلوه می کرد. شیوه اش چنین بود. Жить нужно правильно на сцене с экраном. Вот это его самый главный кредо. سرزمین اجدادی که از آن به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های آیمانوف نام برده می‌شود، در سال 1966 فیلم برداری شد. مراد احمدیف در نوجوانی برای بازی در تنها نقش زندگیش به این فیلم دعوت شد. او از همه گروه فیلمبرداری می‌خواست تا مثل یک خانواده باشند. برای همین ما هیچ وقت احساس نکردیم او کارگردان است. او پدر خانواده بود و همه را متحد می‌کرد. کارهایی که باید می‌کردیم را هم بسیار مهربانانه به ما توضیح می‌داد. جشنواره همچنین فیلم مستند تازه‌ای درباره این چهره مهم فرهنگ قزاقستان نمایش می‌دهد. بولات نوسیمبکوف این فیلم را ساخته. او برای این کار به سراغ آرشیوهای نایاب روسی و قزاق رفته و با بسیاری از افرادی که در رژیم شوروی سابق با شاکن آیمانوف همکاری کرده بودند، گفتگو کرده است. основные цеха с оборудованием. او با کارش همه ملیت‌ها را در سینمای ما دور هم جمع می‌کرد. امروز هم اگر بود همان کار را می‌کرد. مثل زمان شوروی که همه از یهودی و روس قزاق و البته ازبک در کنار هم فیلم می‌ساختند. او مطلقاً یک ستاره پرخاشگر نبود. کلید خوردن نخستین فیلم برداری قزاقستان به اواخر دهه 20 برمیگردد. استودیوهای آلماتی که در اوایل دهه 30 تأسیس شدند، بیشتر مشغول تولید فیلم‌های پروپاگاندا برای شوروی به دست کارگردانان روس بودند. در جریان جنگ دوم جهانی استودیوهای اصلی روسی چون موسفیلم و لانفیلم به قزاقستان نقل مکان کردند. پس از جنگ و با بازگشتن استودیوها به روسیه، شاکن آیمانوف به برجسته‌ترین چهره سینمای قزاقستان بدل شد. بعدها و در دهه 80 میلادی همزمان با اصلاحات پرسترویکا در روسیه موج جدیدی از فیلمسازان جوان قزاق سر برآوردند. اکنون فیلم‌های بیشتر و بیشتری در این کشور ساخته می‌شود و سینمای قزاقستان صنعتی پویاست.